بسم الله الرحمن الرحيم دعاء شك ووسوسة در ايمان دعاء من اصابه شك في الايمان يستعيذ بالله وينتهي عما شك فيه و الله تعالى پناه ببرد آنچه را که در آن به شک افتاده است رها کند. فایده حدیث. فایده اول، وسوسه ها و فکرهای ذهنی قابل گناه نیست مگر اینکه در ذهن تثبیت یابند. فایده دوم، وسوسه شیطان خود دلیل ایمان آشکار شخص مؤمن است. فایده سوم، شناخت نام ها و صفت های الله سبحانه و تعالی سبب از بین رفتن شبهه ها می شود. دعای دیگر، آمنت بالله و رسوله، یعنی به الله و فرستادگانش ایمان آوردم. فایده حدیث. فایده اول، ایمان آوردن به دیگر پیامبران و کتاب هایشان واجب است. فایده دوم، دشمنی دیرینه شیطان با فرزندان آدم ادامه دارد. فایده سوم، راه نجات از گزیدن شیطان یادگیری علم شرعی است. عمل به آن است و دعوت به سوی آن است. چرا که دوای بیماری شک و دور شدن از آن علم و دانش است. دعای دیگر، یقرأ قوله تعالی هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم. این آیت را بخواند. او اول است که آغاز ندارد و آخر است که پایان ندارد و آشکار است که همه چیز بر او دلالت دارد و پنهان است که حواس انسان بر او احاطه ندارد. او به همه چیز آگاه است. فایده های حدیث. فایده اول، مقام علمی ابن عباس رضی الله عنهما که در اثر دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن دست یافتند. فایده دوم، مراد از علمای اهل کتاب که در آیه 94 سوره یونس از آنها یاد شده است، شخصان مانند عبدالله ابن سلام و یارانش هستند.